این دهه در سالهای بیستم عصر گذشته در عهد شوروی پیدا شده است. قرقیز ها از زمانی پیش این مکان را مد نظر داشتند، چون که برای پرورش چاروا موافق است. بعد پیدایش مرز با چین در اینجا دیدبانگاه سرحدی تشکیل شد. حالا در آقشیرک نزدیک 100 خانواده به سر می برد. برای رسیدن به این منطقه باید بلندی 4028 متر را عبور کرد که خیلی راههای بد دارد. ساکنان اساساً با چاروا پروری مشغولند. در این مکان درخت نمی روید و بنابر اقلیم سرد علف ها نیز بلند نمی شوند. برای گرم کردن خانه ها مردم از تپک استفاده می برد. عاقل خدیرعلیف حالا آماده کردن تپک را تمام کرد. تپک برای زمستان می رسد. ما آن را علاقه تیار کردیم. حالا باید به مرکز برویم و برای زمستان مواد غذایی ذخیره نماییم. تا رسیدن سردی کارتوشکا و پیاز آوردن لازم است. ما در اینجا سبزیجات پروریش نمی کنیم. چند بار کوشش کردیم اما نشد. کارتوشکا را سرد می زند. چون در اینجا در تابستان برف می بارد، پلیزی ها نمی سبزند. حجمشون از تخم هم خورتر می شود. این دهه خورد مکتب خود را دارد. ولی بیشتری چوپان ها خیلی دور زندگی می کنند و کودکان آنها در اینترنت تحصیل می نمایند که از سال 1988 عمل می کند. برای تحصیل فرزندان والدین پول نمی دهند. همه از حساب حکومت است. معلمان نمی رسند. آشخانه تماما کنه است. اکثرا در یک سنف تا 5-6 کودک تحصیل می کند. همگی در مکتب 57 خواننده است. از آنها 29 نفرشان در اینترنت زندگی می کنند. مردم محلی اساسا چاروا دارند. همچنین مرزبانان نیز هستند. کودکانی آنها نیز در همین جا می مونند و در مکتب ما می خوانند. دهه کتابخانه هم دارد. اکثریت کتاب ها از استفاده زیاد فرسوده شدند. ادبیات نو خیلی کم وارد می شود. تنها روزنامه ها نجات می دهند که خیلی دیر تا به این دهه می رسند و برای خریدن آنها نوبت پایی می شود. چرا ما کتاب ها را از اعتبار سوقید نمی کنیم؟ ببینید این را هنوز می شود مطالعه کرد. این کتاب تقریبا یک سال دیگر می تواند خدمت کند. خیلی می خواستیم که مقامات محلی برای خریدن کتاب های نو مبلغ جدا نماید. اکولوگ ها در این مکان خیلی زیاد پلنگ برفی، بوس ها و گوسفند های کوهی، توده گرگ ها را مشاهده می کنند. در اطراف دهه آقشیرک دستگاه های نواربرداری نصب شده است. در یکی از خانه ها صاحب کار زن های محلی زندگی و کار می کنند. به اینجا زنان محصولات آماده کرده خود را می آورند و نقشه ها و لایحه های آینده خود را بحث می نمایند. آنها برای گربه ها بازیچه های پشمین، برای سگ ها جای خواب و دیگر تحفه های خاطروی را آماده می کنند. محصولات دست ساخت به زودی به امریکا فرستاده می شود. چلپان ترغنبایوا رهبری این زنان را بر دوش دارد. او برای سازمان جهانی حفظ زیست محیطی و بنیاد حمایت از پلنگ های برفی لایحه می نویسد. همزمان زنان هنرمند دهه را به جای کار تامین میکند. هر اون چیزی که ما در اینجا آماده میکنیم در امریکا فروخته میشود. در اونجا در نزدی باغ جانوران چندین مغازه عمل مینماید. تا جایی به ما معلوم است مبلغ به دست آمده برای حمایت از جانوران وحشی صرف میگردد. یکی از فرمایش های ما ان همین محصولات است. ده هم مشکلات زیاد دارد، اما بیشتر از همه ساکنان از کمبود آب آشامیدنی رنج میبرند. سال گذشته قبرهای آبگوزه را عوض نمودند، ولی مردم محلی هنوز نیز از صفت آب شکایت دارد. حالا البته من ستیلم را از آب پر کردم، ولی بعد از چند وقت هوا سرد شد، آب یخ کرده دیگر نمی آید. ما نمی دانیم که قبرها را چی گونه وصل کردند، چون متخصص نیستیم. بیشتر از همه رحممون به کودکان اینترنت می آید. آنها چگونه شستشوی کرده خوراک می خورند. لباس هایشان را نیز در همین جا می شوند. برای آنها دشوار است. قبلا این دهه علاقه تلفنی نداشت. اخیرا یکی از شرکت های موبیلی در اینجا دستگاه خود را گذاشت. اما از اهالی 500 نفری در اینجا تنها 4 نفر امکان دارند که در یک وقت صحبت کنند. با وجود شرایط وزنین هیچ یک از ساکنان ده نمی خواهند که به شهر بکوچند. بنابر منطقه زیست آنها خود را یک نوع محافظان مرزی دولتی نام برند و فخر میکنند که انعنه های ملی مردم قرقیز را حفظ نمودند.